دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون میهن. من فرهاد مرادی هستم و امروز دوم اسفند 1400 برابر با 21 فوریه سال 2022 است و این برنامه در واقع 38 قسمت از مجموعه 8 روز هفته است که به همت و آقای بهبهانی و تلویزیون میهن من این شانس رو دارم که هر دوشنبه در خدمت شما عزیزان باشم و درباره بعضی از مسائل مهم سیاسی و یا اجتماعی در واقع هفته صحبت بکنیم و مروری داشته باشیم در فرصتی که در اختیارمون گذاشته میشه. و خب من یه عذرخواهی بدهکارم، هفته گذشته من به خاطر کار اداری که داشتم و تداخل پیدا کرده بود با زمان این برنامه نتونستم در خدمت شما دوستان باشم و بعد از اون هم به هر حال برگزاری دادگاه حمید نوری بود و به واسطه اختلاف زمانی هم که داریم، هماهنگی اختلاف زمان شرق امریکا با اروپا، خب هماهنگی کمی سخت شد، نتونستم من در خدمت شما عزیزان باشم در روز دیگری و از این بابت عذر میخوام، امیدوارم که بر ما ببخشید. و اینکه طبق روال همیشه من این تقاضا رو مجددا از دوستان دارم که آنچه که گمان میکنند میبایست در نقد یا در تکمیل صحبت هایی که در این برنامه میشه و من بنویسم و من رو در جریان قرار بدن، واقعا کمک میکنه به ارتقای کیفی این برنامه و امیدوارم که این توجه رو یا این در واقع محبت رو از این برنامه و از شخص من دریغ نکنین و نظراتتون رو بنویسین، چه از طریق ایمیلی که در پایین کادر این صفحه هست و چه از طریق امکان کامنت هایی که میتونین در پایین ویدئوی این برنامه در یوتیوب بذارید. در صورت به هر حال هفته‌ای که گذشت هفته باز پرتلاطمی بود طبق معمول، اما گمان میکنم به خاطر اینکه منم بیشتر الان در این روزها و ماهای گذشته تمرکز بیشترم بر روی مسئله دادگاه حمید نوری است، خب فکر میکنم کمی به بهانه او درباره برخی از موضوعات اگر بتونیم صحبت بکنیم این هفته رو بهش اختصاص بدیم و حالا میشه در فرصت‌های بعدی درباره مسائل روز سیاسی هم صحبت کرد و هر حال چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی بحران خیلی عمیقی در جامعه ایران و در رابطه ایران به عنوان یک کشور یا میشه گفت نظام جمهوری اسلامی با باقی جهان وجود داره و خب این باعث آلام یا افزایش آلام مردم هم شده. خب در داخل هم ما میبینیم خبرها روز به روز خبرهای بد واقعا مخابره میشه، دوستانی که به ایران سفر میکنن میان این وضعیت رو به صورت مستقیم با ما، من بعضشون وقتی که میپرسم واقعا یکی از دوستان من میگفت که مثل اخیراً به ایران رفته بود، میگفت و فرودگاه بین المللی خمینی این شبیه جنگ، وضعیت جنگیه انگار. و خب به هر حال گزارش های میدانی هم که بیرون میاد از این تلاطم واقعا میشه گفت اقتصادی و این شکل افزار گسیخته قیمت ها از یک طرف و هزینه بالای زندگی از یک طرف و در طرف دیگه هم سرکوب سیاسی و اجتماعی، تمام اینها دست به دست هم داده که واقعا یک جهنم واقعی رو برای مردم ایران بسازه و
کسانی که در داخل دارن زندگی میکنن با آلام بسیاری دست پنجه نکنن. اما به هر حال در تمام این بین این تمام این تباهی ها که توی این وقت محدود هم نمیشه خیلی به اون پرداخت، روزنی امیدی که داریم دادگاه حمید نوری است که طبق روال داره پیش میره و این امید رو تولید داره میکنه در دل مردم یا در دل افکار عمومی، یا اگر بخوایم دقیق‌تر صحبت بکنیم در دل لایه‌هایی از جامعه ایران داره این امید رو تولید میکنه. من اتفاقا درباره همین مفهوم امید دوست داشتم امروز صحبت بکنم. یکی از مضامینی که در جلسه امروز هم در کلاب هاست در ارتباط باهاش صحبت شد و خب موضوع بسیار مهمی است و میشه به بهانه آنچه که ما در دادگاه حمید نوری به صورت فشرده میبینیم این مفاهیم رو کمی گسترده تر کرد در سطح در یک اشل بزرگتری، در یک سطح بزرگتری هم بهش پرداخت و امیدوار بود که میشه چیزی تغییر کنه. خب همونطور که دوستان اطلاع داشتن امروز جلسه دفاعیات آقای حمید اشتری بود. او یکی از سه شاکی اولیه پرونده حمید نوری بود، جزو حتی پیش از آقای ایرج مستاقی. همونطور که امروز هم در دادگاه گفت، او شهادت داده بود و توضیح داده بود که حمید نوری کیست و تا زمانی که ایرج مستاقی برسه به پلیس و به پلیس سوئد و بتونه او هم شهادت خودش رو بگه، خب آقای حمید اشتری بوده. او پیشتر هم در جریان دستگیری حمید نوری و برنامه‌ای که برای او چیده شده بود که به سوئد بیاد و در واقع به نوعی در دام قرار بگیره، او نقش اساسی ایفا کرده بود، شرایط رو مهیا کرده بود. حتی پیشتر همونطوری که باز هم امروز در دادگاه خودش گفت، در شهادتهاش گفت، جز به چهره های فعال دادگاه ایران تریبونال بود و برحال بعد از او هم در نقش بسیار فعالی داشت در تهیه گزارش قاضی جفری رابرتسون، گزارشی که بنیاد برومند از توسط در گزارشی که قاضی جفری رابرتسون برای بنیاد برومند تهیه کرده بود، به سفارش بنیاد برومند تهیه کرده بود، که در حقیقت بررسی پرداخت به ریشه ها و ابعاد کشتار سال 67 با توجه به شهادت بازماندگان اون قتل عام و اون جنایت بزرگ. خب ما میدونیم که حمید اشتری، دوستان میتونن به وبسایت بنیاد برومند مراجعه کنن و در اونجا در حقیقت شهادت های او رو بخونن و ببینن که او چه گفته، در این حال که میدونیم که نقش فعالی در این در واقع به صحنه کشاندن دیگر شاهدان و بازماندگان داشت و کمک شایانی کرد تا اون گزارش تهیه بشه. اما خب میدونیم او چندان چهره رسانه‌ای نیست، بی حاشیه، کم حاشیه کار میکنه، بی هیاهو کاری رو که درست میدونه انجام میده. حداقل تجربه این چند ماه گذشته، وقتی که با او از نزدیک من کار کردم، واقعیت اینه که چیزی جز این ثابت نمیکنه. من امروز در کلاب هاوس هم در جریان پخش زنده جلسه دادگاه، 67 جلسه دادگاه هم عرض کردم، برای اولین بار من شخصیت حمید اشتری رو، یعنی من هیچ وقت این شانس رو نداشتم که ایشون رو از نزدیک ببینم، اما سالها پیش وقتی که فیلم آنها که گفتند نه مستند نظرت خواهد آنهایی که گفتند نه ساخته نیما سروستانی منتشر شد و در قابل دسترسی بود، من تکان دهنده ترین سکانس های اون مستند برای من زمانی بود که نیما سروستانی داره با ایرج مستاقی مصاحبه میکنه و ایرج مستاقی داره توضیح میده که به واسطه اینکه در دوران زندان خب همبندان او، چون خب سر
مسلمانی نبوده یا آرایشگاه نبوده، اون تمام زندانی ها و همبندی ها به کوتاه کردن موی همدیگه کمک میکردن، موی همدیگه رو کوتاه میکردن یا آرایش میکردن یا در حال سلمانی میکردن به یک نوعی همدیگر رو با همون دانشی که داشتن در همون فضا. ایرج مستاقی در اون سکانس داره توضیح میده، میگه که من عذر میخوام، واقعا توضیح میده که بعد از کشتار 67 به واسطه این که جای خالی عزیزانی که پیشتر اون کار رو برای اون انجام میدادن، موهای او رو کوتاه میکردن یا اون موهای اونها رو کوتاه میکرده، دچار یک زخم روحی عمیق شده که دیگه بعد از اون تاریخ راحت نیست که روی صندلی سلمانی بنشینه یا به آرایشگاه بره، چون دچار فلشبک میشه، چون ما میدونیم این یکی از در واقع ویژگی های اختلال PTSD است، یا اختلالی هایی که بهش میگن فلشبک یا در واقع بازگشت به گذشته، به این معنی که ممکنه حتی یک بو، یک صحنه آشنا، یک صدای آشنا، یک وضعیت آشنا باعث بشه که شما یک حادثه تلخی رو که پشت سر گذاشتید، مثلا اون دوران کشتار سال 67 در اون بازه فشرده در استرس مرگ و زندگی، در واقع اون رو به یاد شما بیاره، اون خاطرات تلخ رو به یاد شما بیاره و از این جهت نوعی فلاشبک داره در اون سکانس، فلاشبک خودش رو داره در اون سکانس ایرج مستاقی توضیح میده. اما نکته خیلی جالب توجه برای من توی اون سکانس این بود که ایرج مستاقی زمانی داشت این حرف رو میزد که فردی بالای سر او ایستاده بود و در حال کوتاه کردن موهای او بود در حمام خانه‌اش. یکی از درخشان‌ترین واقعا سکانس‌هایی که میشه گفت در تاریخ مستند ایران میشه ازش یاد کرد، یک سکانس پر از معناست. و من خب یک تناقضی وجود داشت که او داشت میگفت هراس داره از اینکه روی صندلی آرایشگاه بشینه، در این حال که کسی داشت در امنیت کامل این حرف‌ها رو میزد و بدون ذره استرس کسی داشت موهای او رو کوتاه میکرد. برای من سوال بود از همون موقع که این فرد کیست، چون پیشتر نمیشناختم او رو، و بعد از اون دیدن اون سکانس من متوجه شدم که او حمید اشتری است، از زندانی های سیاسی سابق. و خب من این مثال رو زدم برای این که نشان دهنده واقعا آرامش درونی حمید اشتری است که تجربه من هم همین رو میگه، شرافت او، درستی و راستی او، و اینکه او تا چند اندازه انسانی است که دیگران میتونن در حضور او احساس امنیت بکنن، تا چند اندازه او میتونه گوش شنوایی داشته باشه، بشنوه و بیان که بخواد نظر خودش رو تحمیل بکنه یا بخواد در واقع فضا رو ناامن کنه، که متاسفانه جزء بخشی از رفتار در حقیقت جامعه سیاسی ماست، اینکه با ارعاب، شما خاطرتون هست، من داخل پرانتز میخوام بگم که این جنس از رفتار تا چند اندازه عادی است در بین جامعه سیاسی ایران. اگر خاطرتون باشه چند ماه پیش زمانی که در ماه دسامبر خب اولین شاهد چپ، شاهد منتسب به گروه های چپ آمد، در برابر دادگاه ایستاد و خب شهادت خوبی نداد و ما به نقد او پرداختیم. شما دوستان اگر دنبال کرده باشن خاطرشون هست که تا چه اندازه حملات خشونت آمیز میکردن، تا چه اندازه میخواستن ارعاب ایجاد بکنن تا نظرشون رو به کرسی بنشونن یا کسانی که مخالف اونها هستن عقب نشینی بکنن. این رفتار فقط مختص به اون گروه نیست، در جاهای دیگه هم همین رفتار در گروه های سیاسی و ما دیده میشه، کسانی که در اپوزیسیون هستن چه کسانی که در واقع بخشی از هیئت حاکمه هستن، این رفتار اپیدمیه. و واقعا کسانی مثل حمید اشتری که تا این اندازه رفتار دموکراتیک رو درونی کردن واقعا نشانه های نابیه. و به همون اندازه او انسانیست وفادار به حقیقت و این رو امروز ثابت کرد. او شهادت داد که به چه صورت دستگیر شده در سال 60، او در انتشارات سازمان مجاهدین خلق کار میکرده،
و به واسطه اینکه برادر او از اعضای در واقع رده های بالای سازمان مجاهدین بوده و در طی یک فرار از زندان میخواستن او رو، برادر او رو و خانوادهش رو تحت فشار بذارن، به نوعی حمید اشتری رو به گروگان گرفتن و پیش از خرد 30 خرداد 60 در واقع او دستگیر میشه در فکر میکنم اردیبهشت ماه 1360. و خب او توضیح داد که چقدر تفاوت داشته پیش و پس از 30 خرداد، با چه فضای رعب آوری بعد از 30 خرداد 60 مواجه شده بودند که دست دست جوانها رو اینها به بی واقعا بی جرم و جنایت به پای جوخه های اعدام می بردن، تیرباران می کردن و چه ارعاب بزرگی در چه سطح بزرگی حاکم شده بود. و به هر حال او توضیح داد از سابقه دیدارش با حمید نوری، مواجهه خودش با حمید نوری در زندان، از جمله اینکه خاطره ای رو تعریف کرد مبنی بر اینکه خب جالب بود که او وقتی که داشته با دیگران با دوستش صحبت میکرده در سال 66 و به شوخی یا به طعنه در جریان یک بحث گفته خب شما این مثل آخوندا میمونین شما هم که همیشه به یه طرف قش میکنن، و حمید نوری این تنی او رو شنیده یا این ضرب المثل او رو شنیده و به در واقع او رو اذیت کرده، یا او از رفتار تواب ها گفت، کسانی که واقعا یک گروهی که میبایست خیلی دقیق در درباره اونها مطالعه بشه، بررسی بشه. او گفت که در زندان قزل حصار اگر اشتباه نکنم زمانی که داشته با خانوادش ملاقات میکرده، در کنار او در کابین بغلی او یکی از تواب های زندان حضور داشته و بعد از این که ملاقات تمام میشه اون تواب کشیده به آقای حمید اشتری میزنه، این باعث اعتراض میشه و او توضیح داد که اون توابی که او رو در واقع به او حمله کرده بهانش این بوده که حمید اشتری در جریان مکالمش با خانواده او رو در واقع میگفته که اینها یعنی تواب ها ما رو دارن شکنجه میدن، که واقعا درست بود. بخش های یعنی شهادت های کسانی که مخصوصا در دوران تسلط حاج داوود رحمانی و اسدالله لاجوردی بر زندان ها و دادستانی در واقع شهادت ها و خاطراتشون رو که نوشتن و مکتوب کردن، این نکته وجود داره. حتی بخشی از کتاب خاطرات آقای ایرج مصداقی هست که الان من عنوانش هم حتی خاطرم هست، تحت عنوان حکمرانی بی قید و شرط تواب ها یا این دور چیزی در ارتباط با سال 62 یا 61 62 در زندان قزل حصار، اون رو توضیح میده که چه جنایت هایی اونها کردن. و ما میبینیم که خیلی از اونها گرچه به هر حال به نوعی قربانی اون سیستم بودن، اما بعدها هم بیرون آمدن از اون سیستم و از زندان. گروهی از اونها به هر حال به زندگی های خودشون رفتن، ولی بخش دیگری از اونها همچنان دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن و همکاری کردن. کسانی که میشه از اونها نام برد و میبایست به اونها اشاره کرد که چطور در سیاست های فرهنگی امروز دارند در واقع همکاری میکنند، کسانی مثل مسعود فراستی که فیلم او هست و در اعترافات او هست و امروز از یک کمونیست تبدیل شده به یک در واقع حزب اللهی دو آتشه وطن خواه که هیچ کس و هیچ فردی رو قبول نداره و برنامه های پربیننده تلویزیونی در جمهوری اسلامی به او داده میشه، نقد فیلم میکنه و جز به چهره های مطرحه. یا در خارج کشور کسانی که همکاری میکردن مثل هوشنگ اسدی که ما میبینیم همچنان هم میتونه به دل و دروغ های خودش بپردازه و این حساسیت نسبت به این ماجرا وجود نداره. منظورم اینه که اون مسئله تواب ها واقعا همچنان مسئله مربوط به گذشته نیست، این یک الگویی است که تکرار شده، بارها و بارها تکرار شده، دیگرانی رو هم به توبه وادار کردن و باز به خارج از کشور یا در داخل
کشور از اونها سوء استفاده کردن و در بیراه کشوندن مردم یا به توبه وادار کردن مردم از اونها استفاده کردن. یک نمونه متأخرترش که از اتفاقا از همین الگو پیروی میکنه خب حسین درخشانه، کسی که ما میدونیم با نهادهای امنیتی همکاری میکنه، کسی که در تمام این سالها آدرس غلط داده، با مردم رو سعی کرده به بیراه بکشونه، پرونده سازی در پرونده سازی علیه فعالانی که به هر حال آلا یا به صورت گمنام یا به صورت علنی در فضای مجازی کار میکردن و مشارکت داشته، از این دست افراد کم نیست. از یک طرف اینها در حقیقت تواب سازی یک الگوست و از طرفی که جمهوری اسلامی از همون ابتدای انقلاب در پیش بوده و اینها رو به خدمت گرفته، و از طرف دیگه همچنان تواب‌های دهه 60، زندان‌های دهه 60 همچنان دارن نقش مخربشون رو بازی میکنن، چه در حوزه فرهنگی چه در حوزه سیاسی و باقی حوزه ها. شما خب نگاه بکنید شکل دیگری از، حالا هیچ وقت به اون معنا زیر فشار نبوده، اما به معنای همکاری با رژیم فرخ نگهدار یک نمونه اونه که در حتی روزنامه های به یاد مانده از اون دوران هم در روزنامه اطلاعات و همچنین شهادت دیگر کسانی که او رو دیده بودند و این سخن لاجوردی رو از نزدیک شنیده بودند، او با اسدالله لاجوردی در سیاه‌ترین سالها مراوده داشته و حالا میبینیم که دایه‌دار آزادی و دموکراسی هم هست، ولی در لوای اون آزادی و دموکراسی فکر موزی یعنی آشتی با وضعیت موجود رو داره به مردم القا میکنه و در هر بزنگاه تاریخی پشت یک جناح در حقیقت محافظه‌کار جمهوری اسلامی که به غلط سالیان سال اصلاح طلب نامیده میشدن ایستاده، یا اگر هم پا بده به پیشتر هم خواهد رفت، جلوتر هم خواهد رفت، کما اینکه از در واقع کسی مثل سید محمد خاتمی و امیر حسین موسوی رسیدن به علی لاریجانی که دشمن خونی اینها بود در آخرین روز در واقع دوره انتخابات ریاست جمهوری، اگر خاطرتون باشه چطور فرخ نگهدار در کلاب هاوس ها حضور پیدا می کرد و در حقیقت از علی لاریجانی تعریف و تمجید می کرد و تمام تلاشش رو می کرد که حالا خوشبختانه به یه معنا سنگ رو یخ شدن با این تصمیمی که جمهوری اسلامی گرفت برای یک دست کردن حکومت، و بعد از اون هم در واقع کوتاه نیومد فرخ نگهدار و رفت به پشت کسی مثل عبدالناصر همتی استاد، کسی که واقعا سیاست گذاری های اقتصادی و پولیش در بانک مرکزی یکی از دلایل این وضعیت اسفبار اقتصادی است که امروز ما در جامعه داریم میبینیم، که جامعه ایران واقعا با بحران‌های به شدت پیش پا افتاده، از جمله بحران غذا روبروست. ما با اپیدمی در واقع گرسنگی در ایران در حال حاضر روبرو هستیم، وقتی که بخشایی از اون در شبکه‌های اجتماعی و بخشایی از اون در گزارش‌های میدانی منعکس میشه، که تازه اونهایی هم که شانس انعکاس دارن در واقع مربوط به استان‌های بزرگ یا شهرهای بزرگ ایران. در هر صورت تمام این صحبت‌ها رو عرض کردم که میگم این دادگاه تماما موضوعاتی رو داره که میتونیم ما بهانه های فکر قرار بدیم، از جمله همین خاطری که آقای اشتری تعریف کرد از توابینی که اونها رو شکنجه میدادن و ما میبینیم که اونها امروز هم همچنان شکنجه میدن. در بخش دیگری از صحبت هاشون و شهادت هاشون آقای حمید اشتری اشاره کردن به این موضوع که او حمید نوری رو بعد از آزادی از زندان دیده، که در قرص شبی در دم غروب که در پشت ماشین نشسته بود آقای اشتری، حمید نوری رو میبینه در سمت میدان رسالت، او گفت از میدان رسالت به سمت پلیس سید خندان میرفتم، یعنی در قصد شرق سمت غرب حرکت میکرده، مسیر شرقی غربی رو میرفته و در اونجا حمید نوری رو میبینه و با خب
اون در اون زمان نمیدونستن که نام آقای که نام او واقعی اون نوری است و با همون لقب عباسی صدا میکنه و حمید نوری برای اینکه کنجکاو شده بوده که ببینه چه کسی است که او رو با نام امنیتیش و نام دومش میشناسه، با لقبش میشناسه، سوار ماشین میشه و بعد از اینکه آقای اشتری خودش رو معرفی میکنه میگه من حمید اشتری هستم، در واقع او پیاده میشه و به یتنا میره، یا او تعریف کرد از حمید نوری با از این واقعا جلاد بی وجدان که امروز هم مجددن داد و هوار کرد و گمان میکنه با این داد و هوارها میتونه صحنه رو به نفع خودش تغییر بده، که همچنان ذره پشیمان نیست، که همچنان با حرکتهای چشم و سر و ابرو و زخم زبانها و توهینهایی که میکنه تلاش داره که در حقیقت بر زخم این عزیزان، کسانی که بازمانده های اون جنایت هولناکن، نمک بپاشه. آخرین مورد رفتار بسیار زشتی که او داشت توهینی بود که به خانواده آقای جلال سعیدی کرد، که در جلسه قبل دادگاه که آقای سعیدی هم واقعا با صبوری و ادب پاسخ او رو داد و اون رفتار او و واکنش او باعث شد که قاضی ساندر حمید نوری رو مقصر بدونه و او رو ملامت بکنه و به او هشدار جدی بده. و امروز هم در پایان دادگاه این در واقع داد کشید، فریاد کشید، صداش رو انداخته بود به سرش و مومی گفت که باید به من یک روز فرصت داده بشه تا تمام تناقض‌های آقای حمید اشتری رو بیرون بیارم، که نشان میداد آقای اشتری تا چه اندازه واقعیت رو گفته که او رو به خشم آورده و باعث شده که او جری بشه و دنبال جزئیاتی بگرده. بعد در واقع این که نه تو از این سلول به اون سلول، در واقع از این در این بند نبودی، در بند دیگری بودی، از در اون زمان مشخص از مثلا بند ایکس به بند ایگرگ رفتی نه به عکس، و از این دست در واقع خوردگیری ها که در اصل ماجرا هم واقعا تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. اما خب آقای یکی از نکات خیلی درخشانی که آقای یعنی میشه درخشان که تکان دهنده واقعا که آقای فشتری امروز بهش اشاره کرد مرتبط بود با مسئله رفتار حمید نوری پس از کشتار 67. او گفت که بعد از روزهای کشتار سال 1367 حمید نوری پیروزمندانه در راه روها در زندان راه میرفته، از موضع بالا برخورد میکرده، قلدری میکرده و دائما گمان میکرده که پیروزی رو تمام و کمال به دست آورده. اما خب ما میبینیم که امروز بازی تغییر کرد، 33 سال بعد تغییر کرد. جمله‌ای داره ویلیام فاکنر، نویسنده امریکایی بزرگ در واقع به نام امریکایی، میگه که گذشته در یکی از رمان‌هاش به اسم راهبه فکر میکنم، میگه که گذشته نمیگذرد، گذشته در واقع هرگز نگذشته است. و امروز مصداق اون جمله رو ما در سرنوشت حمید نوری دیدیم. 33 سال پیش او پیروزمندانه در برابر کسانی که صدایی نداشتند، در سریت کامل، در تنهایی کامل، در واقع انزوای کامل دوستانشون رو کشته بودند و خود اونها رو شکنجه داده بودند تا سرحد مرگ، او پیروزمندانه در بین اونها راه میرفته و امروز او در برابر میز دادگاه ایستاده. این نشون میده که امید واقعا مهمترین عنصر مهم، یکی از مهمترین در واقع عناصری است که میتونه به تغییر وضع موجود ختم بشه و هیچ شرایطی ثابت و پا بر جا و ابدی نیست. همونطوری که امروز ما شاید با نوعی از بنبست سیاسی در ایران و اجتماعی در ایران روبرو باشیم، دادگاه حمید نوری میتونه به ما نشون بده که این بازی میتونه بچرخه. امروز من در کلاب هاوس و پخش زنده کلاب هاوس هم عرض کردم، ببینید خیلی جالبه اگر از منظر حمید نوری به ماجرا نگاه کنیم که این اگرها، این او چطور الان به گذشته نگاه میکنه، چه اگرهایی
در حقیقت ذهن اون رو به خودش مشغول کرده بود. اگر اون روز روزی که آقای محسن اسحاقی رو به اتهام یا به بهانه شوخی کردن با شعر واقعا بندتنبانی خمینی، چون میدونید که خمینی در واقع در سبک هندی شعر می سرود که مبتذل ترین سبک در واقع ادبیات غنائیه و چیزیست مترادف با حالا شاید واقعا حالا موسیقی های کوچه بازاری هم در واقع چیز داره، معنا و اصالت خودش رو داره، ولی خب به هر حال تا اون اندازه مبتذل بود، سواد و سلیقه ادبی او تا اون اندازه نازل بود و خب هر شعرهایی هم که می سرود به صورت تاریخی خب بخشیش مال خودش بود، در بحری اول منتشر کردن، اما بسیاری نوشتن که بعدها سید احمد خمینی شروع کرد به ساختن شعر، این شعرهایی رو منتسب میکرد به خمینی و همینا رو سعی میکرد منتشر کنه که با هشدار جدی مواجه شد که این کار رو بس کنه و جلوش رو گرفتن. یعنی دوستان اگه خاطرشون باشه در دوره بسیار این شعرهای سبک هندی خمینی خونده میشد، من در کودکی بخشایش رو خاطرم هست، خاطراتش مونده حتی در فرهنگ عامیانه، حتی وقتی که میخوان چیز رو مسخره کنن بگن تا چند اندازه آب گوشتی و بی‌معناست، اون شعر من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم و میخونن. در هر صورت خب این ماجرا رو ما میدونیم که محسن اسحاقی زمانی که یکی از همین شعرهای مبتذل و نازل خمینی داشته از صدای سیما پخش میشده یا از تلویزیون پخش میشده، او به شوخی این با اون طنزی که داشته این شعر رو دست مینداخته و حمید نوری او رو میبینه و او رو تنبیه میکنه، به باد کتک میگیره و در جریان کتک زدن او کارت شناساییش از جیبش میفته و محسن اسحاقی در یک لحظه طلایی واقعا این شانس رو پیدا میکنه که نام حقیقی او رو کشف بکنه و 33 سال بعد حمید نوری در حقیقت در تله دادخواهان قرار میگیره، در دام دادخواهان و در محاصره دادخواهان قرار میگیره، چیزی که حتی او شاید جزء اونقدر مغرور بود، اونقدر به خودش میبالید، اونقدر در آسمان ها سر میکرد. شما این فیلم هایی که ازش منتشر شده، خورد و ریز اینجا اونجا، از در واقع که ارسال کرده برای همین آقای هرش صادقی، خب شما میبینین تا چند اندازه اعتماد به نفس داره، به خودش میگه حاج حمید نوری، با خودش واقعا تا چند اندازه به قول معروف حال میکنه، تا چند اندازه گمان میکنه زمین زیر پاش سفته، اما چنان با سر خورده که امروز زار میزد در دادگاه که اون روز در جلسه قبلی دادگاه مجبور شد با تمام نفرتی که از اون دم و دستگاه، از تمام دستگاه قضایی سوئد داره، نفرت با تمام با وجود اون نفرت بیاد بگه که این دادگاه تریبون مقدسی داره، که مجیز قاضی سانده رو بگه، که مجیز دادستان ها رو بگه و غیره و غیره و غیره، پلیس رو بگه. در جریان دفاعیاتش مجیز گویی های او رو کم ندیدیم، او عادت داره به مجیز گویی، در هر صورت گمان نمیکرد که اینطور با کله بخوره. در همین منطق رو هم ما میتونیم در ارتباط با وضعیت موجود ایران در نظر بگیریم و امیدوار باشیم. ما نمیدونیم، ما واقعا نمیدونیم در چه لحظه‌ای در کجا یک عامل نقش تاریخی خودش، یک عامل شاید خیلی خیلی کوچیک نقش تاریخی خودش رو بازی میکنه و بساط اینها رو واقعا میشه گفت میتونه به هم بزنه، عاملی که شاید همین الان اتفاق افتاده باشه و هنوز ما اثراتش رو ندیدیم، یا اون لحظه‌ای مثلا همون اتفاقی که برای آقای اسحاقی افتاد، او 33 سال پیش متوجه شده بود نام حمید نوری واقعی حمید نوری، حمید عباسی حمید نوری است و 20 سال بعد به ایرج مصداقی میگه و بعد از اون نزدیک به 15 سال دیگه طول میکشه تا این واقع اتفاق بیفته و حمید نوری این کشف بزرگ یا این رویداد بزرگ منجر به دستگیری او بشه. یعنی تأثیر عمل او رو 32 سال بعد در واقع ما مشاهده کردیم، اما بالاخره مشاهده کردیم. شاید چنین عاملی الان در ارتباط با وضعیت ایران اتفاق افتاده باشه، اون
نقطه طلایی که میتونه همه چیز رو به هم بزنه. شاید همین لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم این عامل در حال اتفاق افتادن یا شکل گیریه، یا شاید در آینده اتفاق بیفته، ما نمیدونیم. به هر حال جمله معروفی داره محمد قائد، میگه انسان محکوم به غافلگیر شدن در برابر آینده است، و جمهوری اسلامی هم این محکومیت رو داره، محکوم به غافلگیر شدن در برابر آینده هست. و به هر حال امیدوارم که این اتفاق بیفته و این منطق ادامه پیدا بکنه. این هم یکی دیگه از بهانه هایی بود که امروز من در دادگاه حمید نوری دیدم، و امیدوارم که و فکر میکنم میتونه بهانه فکر باشه. موضوع دیگه ای که امروز در کلاب هاوس هم مطرح کردیم بار دیگه در ارتباط بود و مربوط بود به خانومی اومد روی استیج، بحثی رو باز کردم، سوالی رو مطرح کردم مبنی بر این که خب چرا به عنوان مثال مرتضی طلایی وقتی که به کانادا آمده و حالا هم برگشته و خب اظهاراتی هم داشته در روزهای گذشته، ما میدونیم و در که اون اظهارات رو هم میباید نوعی دهنکجی به افکار عمومی در نظر گرفت. خب گفتن که چرا ما این جامعه در واقع اپوزیسیون ایران توانایی نداره که او رو به تور بندازه، یا باقی جنایتکارهای دیگه ای که اینجا و اونجا به کشورهای دموکراتیک و غربی میان و هرگز به تور نمیافتن. ببینید یکی از موضوعات بسیار بسیار مهمی که از نظر من اهمیت داره و بهش کمتر پرداخته میشه اینه که ما تاریخ تحولات، ما همیشه درباره تحولات، دستاوردها یا شکست‌ها صحبت می‌کنیم. سال‌های سال به عنوان مثال درباره شکست سال کودتای سال 32 صحبت میشه. سالیان سال در ارتباط با سال 57 گروه‌های معتقدند که این انقلاب یک انقلاب شکست خورده بود و دائما درباره در سوگ این شکست می‌گریند. یا سالیان سالی که درباره بسیاری از مسائل ما دائما با نتیجه اون پدیده، اون واقعی اجتماعی برمیریم و با قضاوت‌هامون و تلاش نمی‌کنیم که تاریخ این پدیده‌ها رو مطالعه کنیم، تاریخ این که تاریخش رو ثبت بکنیم، مطالعه ثبت و تحلیل کنیم، اینکه چه عواملی دست به دست هم داد، چه کارهایی صورت گرفت، چه اتفاقاتی رخ داد که در نهایت منجر به این نتیجه نهایی شد، مثل انقلاب 57، مثلا شکست کودتای، مثل شکست جنبش ملی و پیروزی کودتای سال 32 یا غیره و غیره. در ارتباط با دادگاه حمید نوری هم به همچنین، ببینید در دادگاه حمید نوری دو قرائت تقلیلگرایانه وجود داره. یک این قرائت واقعا میشه گفت شرورانه سازمان مجاهدین که در حقیقت معتقده که حمید نوری به واسطه همدستی رژ مصداقی و دیگران در با بخشایی از بدنی با هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تونسته به دام بیفته. خب این یک واقعا میشه گفت شرورانه است، این واقعا میشه گفت یک قرائت نادرست و نادقیق و موذیانه است، یک فکر نادرست و در حال جا انداختنش. قرائت دیگه ای هم هست که همه چیز رو میخواد به خوششانسی حمید آقای ایرج مصداقی تقلیل بده و اینکه به هر حال اطلاعاتی داشته و در لحظه خوب و درست ایستاده. اما اینکه خب تمام این افراد، یعنی در هر کدوم از ما ممکنه در لحظات درستی ایستاده باشیم، اما تشخیص این یه در حال حاضر فرد درست در لحظه درستیم و میتونیم یک اقدام تاریخی رو انجام بدیم، نیازمند یک ورزیدگی فکریه که اون ورزیدگی فکری هم ناشی از فعالیت بیوقفه فکری خواهد بود و متاسفانه این فعالیت فکری وجود نداره. جامعه ایران دچار یک تنبلی فکری شده. در هر رابطه با همین دادگاه حمید نوری شما نگاه کنید، دائما خیلی خوب جالب، دوستانی میدونن که من این دادگاه رو، اصلا این پرونده رو از سال 2019 از زمانی که اعلام شد خبر دستگیری او با دقت دنبال میکردم، با جزئیات سعی میکردم تمام اخبار و مطالبی که در این رابطه منتشر میشه یا گفته میشه رو دنبال کنم بخونم. خب دائما درباره سوالهای واقعا میشه گفت زرد از من میپرسن، نه آدمهای عامی، آدمهایی که تحصیل کردن سرشون به تنشون میارزه، به معنای فرنگ دیدن. سوالی که میپرسن آخرش چی میشه، آیا اینو محافظه میکنن یا نه،
آیا نمیدونم حمید نوری چه اتفاق میفته، این هم که نمیدونید. یعنی دائما سوال هایی که چون یک گمان خیلی مسخره ای هم وجود داره در ایران که باعث بسیاری در بین افکار عمومی ایران منظورمه که باعث بسیاری از شیادی ها و شارلاتانی ها هم شده، این که دائما گمان میکنند در واقع تحلیلگر سیاسی باید کار ساحره و رمال رو انجام بده، از آینده به اونها خبر بده و بگه چه اتفاقی در آینده های دور خواهد افتاد، و تازه آنچه را هم که خواهد میگه این میبایست منطبق با خواست درونی اونها باشه و تایید آنچه که اونها فکر میکنن درست. اگر ذره‌ای فکر اونها رو، فکر افکار عمومی یا لایه های از افکار عمومی رو به چالش بکشی، مقاومت ایجاد میشه، ترد میکنن و اساسا نمیشنون. به خاطر اینه که الان شما یک نگاهی بندازین در بین تحلیلگرهای سیاسی که در رسانه‌ها هستن یا تحلیلگرهای سیاسی که اقبال عمومی باهاشون بهشون رو آورده، به هر حال کلیپ هاشون، نمیدونم برنامه های ویدئویشون، اینها بیشتر کلیک میخوره، بیشتر دیده میشه، منظورم در مقیاس واقعا زیاده، 100,000 تا 200,000 تا، یا چهره هایی که در رسانه ها میان. خب اینها آدم هایی هن که بحث عموما نمیخوام مطلق بگم، ولی عموما چهره هایی هستن که صورت مسئله رو میخوان ساده سازی کنن، به ساده ترین شکل ممکن جواب های حاضری و فسفودی بدن. در هر صورت این مشکل هست، ولی خب منظورم اینه که این تنبلی فکری رو ما داریم و همین تنبلی فکری رو در ارتباط با دادگاه حمید نوری هم به کار میندازیم. یکی از مهمترین کارهایی که میشه انجام داد درباره دادگاه حمید نوری همین مطالعه تاریخ این دادگاه. هم ایرج مصداقی نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان کسی که یک نقش تاریخی، یک وظیفه تاریخی رو به درستی انجام داده، و چه ما بخوایم چه نخوایم، چه امروز کسانی، خیلی برای من جالب این سازمان مجاهدین عمله و اکرشون رو به ما برای میفرستن که پیام خصوصی میفرستن، نمیدونم در توییتر و اینستاگرام و نمیدونم این شبکه های اجتماعی، و دائما یکی از چیزهای خیلی اتهامات خیلی مسخره‌ای که به منده میزنن، میگن که یکیشون هم هست دائم انگلیسی مینویسه، میگه که تو فنبوی ایرج مصداقی هستی، یا تو مثلا آدم ایرج مصداقی هستی، یا پیرو ایرج مصداقی هستی. شما تو رو خدا در نظر بگیرید سازمانی که اساسش رو بر رهبری عقیدتی گذاشتن، یک یعنی این آدم ها مدعیان که تنها آلترناتیو موجود سازمانی است که اساسش رو بر یک رهبری عقیدتی ارتجاعی گذاشتن که میگن بمیر باید بمیری، بگه انقلاب ایدئولوژیک کن باید انقلاب ایدئولوژیک کنی، بگن نمیدونم طلاق بگیر باید طلاق بگیری، بعد به کسی مثلا برده به بنده که گمان میکنم با عقل با شعور و درایت خودم به این نتیجه رسیدم که کسی مثل ایرج مصداقی و یارانش یک کار تاریخی کردن و این قابل اثباته، یعنی نه پیش از اون داریم نه بعد از اون. به منده اتهام مثلا پیروی کورکورانه میزن. بحثم دور نشیم از بحث اصلی، عرضم این بود که فضای این فضای ابتذال وجود داره و این دائما این رو میگن، در صورتی که خب این رفتار او، رفتار ایرج مصداقی، تاریخ فعالیت او باید زیر ذره بین بره، باید مطالعه بشه او چه کارهایی کرد، او چه چیزهایی رو مستند کرد، بر چه موضوعاتی حساسیت نشون میداد، در کجاها حضور پیدا کرد، چه مسائلی رو مکتوب کرد، تا چه چیزهایی درگیر شد و چه چیزهایی رو گمان کرد که ارزش درگیر شدن نداره، و نتیجه کارش شد این به ما یک الگو میده. و یا اینکه مباحثی که در این دادگاه صورت میگیره که من دو موردش رو عرض کردم که میشه از اینها بهانه های فکر تراشید، موضوعات بسیار دیگه ای هم وجود داره در این دادگاه تر شده که نه موضوعاتی مربوط یا مسائلی مربوط به دهی اول انقلاب دهی 60، بلکه موضوعاتی مربوط به امروز ماست، امروز ما داریم با اونها به همون شکل یا اشکال جدید ترش در واقع دست و پنجه نرم میکنیم. اینا باید موضوعات فکر قرار بگیره، بهش فکر بشه. منتها ما میبینیم که هیچ در واقع مطلقاً واکنشی در رسانه های
جمعی خارج از کشور وجود نداره. تحلیلی ترین و نظری ترین برنامه ها، به عنوان مثال شما پرگار رو در نظر بگیرین، به عنوان نظری ترین برنامه ای که در واقع این رسانه های قالب یا مینستریم وجود داره، خب یک بار هم حتی در طی 2 سال گذشته به این موضوع نپرداخته، در صورتی که موضوعاتی رو دوباره و سواره بهش پرداخته، یا موضوعاتی که اساسا محلی از اعراب هم نداره بهش پرداختن، یا برنامه های مثلا مثل چشمنداز تلویزیون ایران اینترنشنال که یک تراز تحلیلی رو تلاش میکنن کار بکنن، موضوعات سیاسی رو یا تاریخی رو در واقع یک نگاه تحلیلی تر و تاریخی تر و نظری تر به موضوع داشته باشن، یا خاص خواص پسند تر داشته باشن. خب هنوز ببینیم به صورت موضوع فکر قرار نگرفته و این تمام موضوع هم نیست. یعنی من خودم خیلی وقتا فکر میکنم، میگم خب حالا اگر قرارم باشه در واقع برنامه پرگار بخواد چنین چیزی رو کار بکنه، یا برنامه چشم‌انداز ایران اینترنشنال بخواد کار کنه، به جز همین چند نفری انگوش شما روشنفکری که درگیر ماجران، کسان دیگری درگیر این جامعه این مسئله شدن، روشنفکران دیگری درباره این موضوع اظهار نظر کردن که ما اساسا بدونیم که در حقیقت چه فکر میکنن، اصلا مخالف موافق یا گمان بکنن اصلا موضوع مهمی هم نیست. سکوت محض، اظهار نظری نمی کنن. افرادی که در این رابطه در طی چند ماه در طی 2 سال گذشته نوشتن، واقعا میشه با پی از راه بیشتر از انگشتای یک دو دست نمیتونن باشن در بهترین حالتش. ولی خب این متاسفانه ضعف فکری از یک طرف هم نوعی محافظه‌کاریه، چون فکر کردن به بسیاری از مسائل یا طرح بسیاری از مسائل این فضای در مثبت‌ترین ارزیابی آبرومدار جامعه سیاسی، و در بدترین و منفی‌ترین شکلش در حقیقت فضای منافع محور جامعه سیاسی ایران رو در حقیقت نظمش رو به هم میزنه. به کسی خواهان به هم خوردن نظم موجود نیست، هرچند که همه ما میدونیم که اگر قرار چیزی تغییر بکنه در ایران، اگر قرار حقیقتی رو برای شهادت بدیم، اون حقیقت چیزی نیست جز به هم زدن وضع موجود. و اگر این نقد از خود شروع نشه، این در حقیقت به هم زدن وضعیت های موجودی که خود ما بهش عادت کردیم، یا کنار گذاشتن محافظه کاری های تاریخی و عادت های زشت، اگر از خود ما شروع نشه، جمهوری اسلامی میتونه بیشتر از اینها دووم بیاره و میتونه بیشتر از اینها تاریخ ما رو به قهقرا ببره. و اساسا هم هیچ گارانتی، هیچ ضمانتی هم وجود نداره که ایران بتونه روزی از انقیاد این واقعا طاعون، به قول شاملو این طاعون سیاه، نجات پیدا کنه. در هر صورت من صحبت هام رو همینجا به پایان میبرم. امیدوارم که یک بار دیگه تقاضا میکنم عزیزان نظراتشون، پیشنهاداتشون رو در میون بذارن. من خیلی خوشحال میشم، واقعیتش اینه که میخونم، خب به قولی آدمیزاد مغرور و خودخواه، وقتی که ازش تعریف میکنن خب خیلی خوشحال میشه، اما خب به قول این بقالی هایی که ما بچه بودیم توی تهران و اینا بود، میگفتن خوبشو به دیگران بگو، بعدشو به خودمون بگو. خیلی خوشحال میشم که ضعفای برنامه رو در واقع دوستان گوش زد بکنن که بشه اصلاح کرد، و خیلی هم ممنون از عزیزانی که تعریف میکنند یا در حقیقت لطف دارن، از نشان لطفشونه. خب چه خوب اگر بشه بحث های جدی تری همون پایین در قسمت کامنت ها درگیر بشه، یا اگر گمان میکنم برای من بنویسن و میشه گفت یه جور مباحثه هم شکل بگیره. در هر صورت خیلی ممنون که تا اینجا صبوری کردید و صحبت های من در گوش دادید. امیدوارم که در هر جغرافیایی که هستین شب و روزتون خوش باشه.